فیروز جابانی همکارم اینجا در استودیو ما رو همراهی میکنه. یک بار دیگه ممانعت ماموران جمهوری اسلامی رو میبینیم برای جلوگیری از خاک سپاری یک کشته شده دیگه. پدر شش فرزند، یکی از در واقع پیران و به نام های در واقع اون شهر، اون منطقه، فردی که با یکی از نزدیکانش که گفتگو کردم که هم شاهد نحوه کشته شدن این مرد محترم و در واقع بزرگ محل و خانواده بوده و همین که درباره نحوه خاک سپاریش همطور که خودت گفتی اون رو شبانه در واقع میبرن در روستای زادگاه مراسم غسلش رو انجام میدن و با حضور اندک نزدیکانش دیدی که دفنشون میکنن و خاک سپاریشون رو انجام میدن. در اعتراضاتی که در دیوان دره بوده این فرد خودش رو سپر میکنه، به روایت این شاهد خودش رو سپر میکنه و میسته و میگه که چرا داری جوان ها رو مورد هدف قرار میدی، چرا داری بهشون شلیک میکنی، اینا که چیزی نمیگن و اینا صورتشون رو پوشوندن، از کجا میدونین که اینا آشناهای شما نباشن؟ و بعد ماموران امنیتی برخورد تو هم با خشونت انجام میدن و اونچنان اون رو میزنن که جان عزیزش از دست میره. ببینیم و بشنویم صدای یکی از نزدیکان این فرد رو که روایتش بازخوانی شده. ممنونم، بشنوید. اعتراضات در میدان امام دیوان دره گسترده شده بود. مامورا و لباس شخصی ها و نیروهای امنیتی و بسیج هم زیاد بودند. لباس شخصی ها به مردم حمله و شلیک می‌کردند. حبیب الله فتحی رفت جلو و خودش رو سپر کرد. به مامورا گفت چرا به جوونا شلیک می‌کنید؟ این جوونا صورتشون رو پوشوندن، شاید اینا آشناهای خودتون باشن، شاید خانواده خودتون باشن، چرا به این راحتی به اونها شلیک میکنید؟ ماموران هم عصبانی شدن و با کلاشینکوف زدنش. مردم برای اینکه پیکر اونا ندزدن بردن روستای محل تولدش رو دفنش کردن. حبیب الله فتحی مرد محترم و خوب و پر امید و مهربانی بود. مردم براش گریه و سوگواری میکردن. در مشهد هم فیروز شهید مشابهی رو پیش آوردن برای یکی دیگر از کشته شدگان. بله، جوانی به اسم امیر جواد اسدزاده، جوانی که برای شعار نویسی در همین خیزش در همین هفته های اخیر در منطقه پیروزی مشهد، در واقع اینطور که روایت کردن باز اون هم یکی از نزدیکانشون، اطلاعات سپاه میگیرنشون و آنچنان ایشون رو مورد ضرب و جرح قرار میدن که میبرن بیمارستان. بیمارستان هم برخی راویان میگن که هم دیر بوده و هم اینکه شرایط شون نامساعد بوده، هم باز تو فضای امنیتی در بیمارستان بودن و بعد که خانواده پیگیر میشن اول پاسخ درستی نمیدن و بعد همون فشارهای همیشگی که باید که اعلام نکنی، باید در سکوت مراسم را انجام بدی و تمام اینها. منتها امروز مراسم خاکسپاری این جوان هم برگزار شده، اگرچه که در جو امنیتی، ولی ما میشنویم صدای همون شعاری که دادخواهی در واقع پشتش هست، که هر یک نفر کشته شه هزار نفر پشته شه. هم روایت از نزدیکان اون رو بشنویم که چه گذشته بر سر این خانواده تا پیکر جوانشون رو دریافت کردن، هم مراسم خاکسپاری که علی رغم جو امنیتی باز برگزار شده و مردم صدای دادخواهیشون رو بلند. ممنونم از تو فیروزه، ببینیم این تصاویر رو. Yeah.
عکسی که من برشون فرستادم آقای اسد امیر جواد اسدزاده هستن که برادر دوست من هست. موضوع از این قرار بوده که شنبه برادرشون از خونه میرن بیرون حدود شب و بر نمی گردن خونه و اینا نگران میشن و میرن بیمارستان ها رو میگردن و پلیس رو متوجه میشن که گرفتنشون بازداشت هستن توسط اطلاعات مشهد و جرمشون رو هم دیوار نویسی اعلام کردن. پدرشون مراجعه میکنن به حالا قوه قضاییه همون دادگاه مشهد هستش و اینها و میپرسن که چه کسی مسئول پرونده است و میتونن پاسپورت پروندهشون رو پیدا کنن و میرن حضوری پیش پاسپورت پرونده و پاسپورت پرونده بهشون میگن که نگران نباشید پسرتون رو شوکر به دستش خورده و تو بیمارستان بسته. هرچی میگن کدوم بیمارستان میگن نه نیازی نیستش و حالا ما به تو شما بعدن اعلام میکنیم کدوم بیمارستان و نمیخواد شما برید دیدنش. ولی اینا میرن هر کدومشون تو یکی از بیمارستان های مشهد و شروع میکنن به گشتن که ببینن تو کدوم بیمارستان بستریه. دوست من میره بیمارستان جواد العمه مشهد و در بیمارستان جواد العمه وقتی که وارد میشه بهش میگن که شما مثلا خواهر همون پسر متولد 65 هستی که اطلاعات گرفتش. بعد گفته بله و میگن که بله متاسفانه آوردنش اینجا دیشب توی اورژانس آوردنش و به حالت نیمه جان آوردن و هر چقدر که ما تلاش کردیم راضیشون کنیم که بزنن سی پی آرش کنیم چون داشته فوت میکرده اجازه ندادن و سی پی آر انجام نشده روش و وقتی که تموم کرده بعد جسدش رو از بیمارستان بردن و تمام بیمارستان رو حین این اتفاق قروق کرده بودن بیمارستان جواد العمه رو و تمام دوربین ها رو هم بعد از اینکه حالا اون دستگاهی که ضبط میکنه بیمارستان همه رو با خودشون بردن. بعد از اینکه از بیمارستان رفتن و جسد رو هم با خودشون بردن و اونطوری که مسئول اورژانس بیمارستان جواد العمه به دوست من گفته به شدت ضرب و شتم شده بوده و تقریبا هیچ جای سالمی روی بدنش نبوده.